همراه هستیم با اردشیر زارزاده مدیر مرکز بین المللی حقوق بشر از تورنتو آقای زارزاده انتخابات نظام در کانادا برگزار نشد دلایلش رو از شما میشنویم نقش فشارهای مخالفان جمهوری اسلامی رو در این تصمیم چقدر پررنگ بینید درود بر شما خب روابط ایران و کانادا یعنی تنش در روابط این دو کشور همواره یک سابقه طولانی داره ولی اگر بخوایم به یکی دو دهه اخیر اشاره بکنیم بعد از مرگ خانم زهرا کاظمی یا کشته کشت شدن ایشون در زندان توسط دستگاه امنیتی و قضایی جمهوری اسلامی تنش ها بین دو تا کشور بیشتر شد و همواره کانادا در روابطش خیلی محتاط بود با جمهوری اسلامی فشارهای زیادی از طرف کامیونیتی های مختلف جامعه های مختلف سازمان های مختلف لابی های مختلف در کانادا روی دولت کانادا وجود داشت به خصوص خود دولت محافظه کار زمان آقای نخست وزیر هارپر مسئله ایران براش خیلی مهم بود که یک دولت ناقض حقوق بشر هست دست به جنایت زده شهروند کانادایی رو کشته و خب از طرفی هم خود کارمندان و مقامات دولت کانادا که اون موقع در سفارت کانادا در ایران بودن در خطر بودن چند ماه قبلش به سفارت بریتانیا حمله شده بود و از طرفی خب ما تلاش میکردیم که دولت محافظه کار رو در اون سالها قانع بکنیم که روابطش رو با جمهوری اسلامی قطع بکنه که خوشبختانه در اثر این فشارها در سال 2012 سفارت جمهوری اسلامی بسته شد همون سال جمهوری اسلامی جزو دولت‌های حامی ترور شناخته شد به صورت رسمی در کانادا که دست ما رو باز کرد برای تعقیب قضایی مقامات جمهوری اسلامی و همینطور قانونی در همون سال 2012 تصویب شد قانون حمایت از قربانیان ترور توسط کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی که اتفاقا در پرونده پرواز 752 هم همین قوانین کمک کرد تا بتونیم حکم قضایی علیه جمهوری اسلامی بگیریم و این روند فشارها همواره روی دولت کانادا ماند ادامه پیدا کرد تا الان که حتی خود سپاه پاسداران رو هم در لیست ترور قرار دادن بنابراین یک چنین کشوری با یک چنین سابقه ای نمیتونه این شرایط رو برای جمهوری اسلامی فراهم بکنه به خصوص که همونطور که اشاره کردم سفارتی در کانادا وجود نداره یعنی وقتی یک مرکز دیپلماتیک وجود نداره از نظر حقوق بین و ملل هم این دولت موظف نیست که چنین شرایطی رو برای یک دولتی که سفارت نداره فراهم بکنه زارزاده عربستان سعودی هم اجازه تشکیل حوزه انتخاباتی به جمهوری اسلامی نداده همزمان آمریکا و استرالیا و چند شهر دیگر به دلیل اعتراضات مخالفان جمهوری اسلامی مکان برگزاری مراکز عقذ رأی رو تغییر دادن آیا میشه نوعی تغییر رویکرد کشورها رو در قبال جمهوری اسلامی شاهد بود ببینید در زمان دولت محافظه کار در کانادا اتفاقا فشار روی دولت جمهوری اسلامی جواب داد خیلی میگفتند اگر سفارت جمهوری اسلامی در کانادا بسته بشه جمهوری اسلامی جریتر میشه اتفاقات بدتر میفته در حالی که لابی ما اون موقع جواب داد نه تنها که سفارت بسته شد و قوانین های سختگیرانه علیه جمهوری اسلامی تصویب شد بلکه دو زندانی کانادایی در ایران آزاد شدند. اون موقع آقای حمید قاسمیشا زیر حکم اعدام بود آقای سعید ملکپور زیر حکم اعدام بود و این فشارهای کانادا بود که نتیجه داد و اونها آزاد شدن ما همین رویکرد رو در زمان بعد از کشته شدن محسا امینی هم خواستار شدیم ادامه دادیم از دولت دیگر که روابط دیپلماتیکشون رو اگر با جمهوری اسلامی قطع کنن و فشارها رو بیشتر بکنن مطمئنا در بهبود شرایط صلح بین الملل منطقه و همینطور در راست خواسته های مردم ایران خواهد بود اما متاسفانه می‌بینیم که این قدم ها آهسته تر هست ولی همین که میبینیم که حوزه های گیری تغییر میکنه یا در بعضی جاها بسته میشه خب این نشون میده که نگرانی های امنیتی وجود داره و فشارهایی که ایرانیان در سراسر جهان دارن به دولت ها میارن واقعا تاثیرگذار است ضمن اینکه خب همه ما میدونیم که انتخابات در ایران آزاد نیست و آزادی بیان در پروسه انتخاباتی خودش رو نشون نمیده بلکه یک سیر که نمایش انتخاباتی انتصاباتی هست در واقع برای فریب افکار عمومی و همینطور افکار، بین المللی و همچنین میخوان که به نوعی ذهن ها رو از جنایت ها و نقض حقوق بشر منحرف و دور بکنن و به درستی ایرانیان در سراسر سر جهان این رو متوجه هستند و دارن فشار میارن به افکار بین المللی که در واقع این روابط به مرور با جمهوری اسلامی محدودتر و قطع بشه و این باعث خواهد شد که در واقع نقض حقوق بشر هم در ایران متوقف بشه مشکرم از شما اردشیر زارزاده مدیر مرکز بین المللی حقوق بشر از تورنتوی کانادا با ما.